خب حالا بریم سراغ این حرکت چیزه حرکتی که قرار بود روی نارنگیه بزنم. پوستشو که میگیری هم صدای خیلی خوب میده. بذار ببینم میتونم صداشو واسهتون ضبط کنم. خب سلام بچه ها، چطورید؟ حال دلتون چطوره؟ ها حال دلتون چطوره؟ من مشتبام و اینجا مثل هلوه. به ویدیوی جدید خوش اومدید. این دومین ویدیو از این پلیلیسته که دارم میذارم. بعد از چند تا ریاکت گفتم یه خورده با هم حرف بزنیم توی این پلیلیست و توی این ویدیو. اولش بگم همین امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 70 نفره شدیم توی چنل یوتیوب و مرسی ازتون. یه تشکر ریز میکنم، تشکرهای بزرگ و اصلی رو میذارم واسه وقتی که 100 نفره شدیم، واسه وقتی که 1000 نفره شدیم، 10000 نفره شدیم. اون موقع تشکرهای توپ به همراه ویدیوهای توپ و حرکتهای باحال انجام میدیم. خب اگه این چیزو اینو من یه توضیح بدم، این یه نارنگیه. خب نارنگیه، خودتون میدونید که، بذارید من بیارمش جلو، خودتون میدونید که نارنگی یه میوه خیلی خفنیه. هم راحت پوستش گرفته میشه، هم مزهش خوشه، خوشمزه است. من یه چیز دیدم، یه چیز باحال دیدم تو اینستاگرام که یک حرکت باحالی میزد رو این. وسط ویدیو یه حرکتی رو این میزنیم. قبلش بگم که قرار تو این ویدیو درباره چی حرف بزنیم. تو این ویدیو من چند روز پیش تو اینستاگرام یه استوری گذاشتم، بعد گفتم که اول صبح شما از خواب پا میشین چیکار میکنین؟ اولین حرکتی که صبح وقتی از خواب پا میشین میزنین چیه؟ و خیلیاتون جوابای باحالی دادین. اکثرش ممالچه کردنه بود. یه سری جوابای دیگه هم بود. بریم با هم دیگه میخونیم و بعدش هم من میگم که وقتی صبح از خواب پا میشم چیکار میکنم. پس تو آخرین ویدیو با من همراه باشید. اگه دوست داشتید ویدیو هامو حتما کانال یوتیوب هامو هم سابسکرایب کنید. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه. حس میکنم صدام گرفته؟ نمیدونم. این نفر گفته وقتی من صبح از خواب پا میشم موبایلم رو چک میکنم، که خیلیاتون اینو گفته بودین. با چشم نیمه باز دنبال موبایلم میگردم، اول گوشی بعد شستن صورت. یعنی اول گوشی بعد شستن صورت. اینستا، اول از همین اینستا، بعد کتاب برمیدارم میزنم تو سر. وای من اینو اولش که خوندم فکر کردم میخواد بگه کتاب برمیدارم مثلا یه صفحه کتاب میخونم. خیلی با کتاب خوندن آرامش میگیرن. بعد من این فکر رو کردم، زی خیال باطل. بعد میرم سراغ گوشی، یه نفر نوشته پا میشم ببینم ساعت چنده، برم به کلاس کوفتیم برسم، دست و صورتمو میشورم، میرم مدرسه، گوشیمو چک میکنم، میرم دور گوشی، چشامونو باز میکنیم. ای صبح که از خواب پیشم میشه چشاتو با میکنی، یا فکرم چشم بسته بلند میشی از خواب. آره دور موبایل، اکثرتون گفتین دور موبایل. خب تو ساعت اولیه خیلی 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 بده رفتن و چک کردن موبایل. یعنی تو از خواب پا میشیم هنوز سر و صورتمون نشستیم میریم دور موبایل. این یه اعتیاده. یه نفر یه حرف جالبی زد، میگفت که معتاد بودن همش حالا مواد مخدر نیست. وقتی که شما صبح از خواب پا میشین بدون اینکه به کسی بگین صبح بخیر، به حال همسرتون، به خانوادتون، به کسی که کنارتونه بگید صبح بخیر، بدون اینکه یه صبحونه بخورید، بدون اینکه یه حرکتی واسه خودتون بزنید، دو تا حرکت ورزشی بزنید، هر چیزی که انرژیتون بیاد سر جاش، میرید دور گوشیتون. این یعنی معتاد گوشی شدید و نمیتونید این عادت رو ترک کنید یا به سختی میتونید ترکش کنید. من یه پیشنهاد دارم. من خودم گاهی اوقات اینطوری ام، مخصوصا وقتایی که حالا ویدیو میذارم و میخوام کامنت ها رو بدونم مثلا دیشب تا صبح چی شده تو پیجم و اینا، سریع میرم دور گوشی و چک میکنم. ولی یه حرکت خوبی رو من تست کردم، به شما میگم میتونید انجام بدید. وقتی که میخواید بخوابید گوشی رو پیش خودتون نذارید. مثلا گوشی رو بذارید توی اتاق دیگه اگه نمیخواید آلارم روشن کنید. آلارم اگه مگه میخواید، چرا صدام خروسی میشه؟ اگه آلارم هم میخواید روشن کنید دور از دسترس خودتون بذارید. اگه آلارم میذارید زیر سرتون، بعد اینطوری که خوابید حتما واسه تون پیش اومده، اینطوری که خوابید آلارم رو خاموش میکنید و
بعد یهو به خودتون میبینید 2 ساعت از اون تایمی که تنظیم کردین گذشته، بعد من کی آلارم گوشیمو خاموش کردم، من کی خواب بودم، من کی زدم اینو خاموشش کردم مثلا. میدونید خیلی وقت واسه همتون این اتفاق افتاده، واسه منم افتاده قطعا، من که مستثنا نیستم از این داستان. ولی خب گوشی رو پیش خودتون نذارید، این خیلی کمک بزرگی میتونه بهتون بکنه که اول صبح گوشی رو چک نکنید. و وقتی که وای چم شده، و وقتی که گوشی رو چک میکنین کلن اون گیجیه از تو سرتون بیرون نمیره و این خیلی بده. خب حالا بریم سراغ این حرکتی که قرار بود روی نارنگیه بزنم. پوستشو که میگیری هم صدای خیلی خوب میده، بذار ببینم میتونم صداشو واسه تون ضبط کنم. خب امیدوارم که توی میکروفون افتاده باشه صداش. خب میدونید چه حرکتی میزد؟ ببینید چقدر خوشکله، چقدر خوشکله، وای من خیلی نارنگی رو دوست دارم. خیلی خوشگله نه؟ خب این نارنگی رو یه حرکت خیلی باحال میزد، امیدوارم میزم کر و کثیف نشه که قطعا میشه. چیکار کنم الان، چی بذارم اینجا؟ اینو میذارم جلوتر، اگه کثیف شد بعد با یه دستمال تمیزش میکنم. خب اینطوری از وسط معلوم شه، اینطوری خب از وسطش تکه میکنم. خب کردم، کثیف شد، وسطش رو تکه کرد، الان 2 تا تکه نارنگی داریم. خب بعد اینو میومد اینطوری میکرد، از اینجاش قشنگ اینطوری میکرد، یعنی این اینجاشو میذاش رو هم اینطوری. خب بعد اینجای اینو هم بذارید، من اینو بذارم اینجا، اینجای اینو هم اینطوری میذاشت رو هم. خب اینطوری اینطوری میذاشت رو هم، این نارنگی دوباره اینطوری میشد. نفهمیدم، من میخواستم یه حرکتی بزنم که درست نشد. حالا ویدیوشو میذارم روی همین ویدیو، میتونید در حین اینکه من حرف میزنم اونو هم ببینید. الان خب بریم سراغ ادامه جواباتون. همچنان موبایل چک کردن در صدر جدوله. خدا رو شکر یکی نوشته میرم دستمو میشورم، یکی نوشته دوباره میخوابیم وقتی از خواب پاشدیم، نماز، بچه ها رو میفرستم مدرسه و بعد گوشی. خب خب بچه ها رو میفرستیم مدرسه، قطعا صبحونه و این داستان ها میخوریم. دوباره میخوابم، چقدر خوابالوی شما. پتو رو جمع میکنم، بعد مسواک و ادامه داستان. نهار این جالب بود، خوشم اومد. گفته اونم صبح زود وقتی از خواب پا میشی اولین کاری که میکنی چیه؟ نهار. یعنی قشنگ معلومه صبح زود از خواب پا میشی، سحرخیزی. ورزش، چک کردن گوشی، مرتب کردن تخت و وسایلم. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. ورزش، خب منم ورزش خاصی نمی کنم، ولی بعضی وقتا اینقدر کسلم میخوام ویدیو بگیرم، میخوام برم سر کلاس، اصلا انگار خوابم. میدونید واسه خودتونم پیش اومده قطعا، انگار نیم ساعت یه ساعت اولی که از خواب پا میشید اصلا خوابید، الکی بیدوارید، مثلا فقط دست و پاتون رو تکون میدید و اصلا هیچ هوشیاری خاصی ندارید. خب با چند تا حرکت ورزشی ساده میشه اینو از بین برد، این خستگی رو از بین برد. 4 تا شنا برید، 4 تا دراز نشست برید، نمیدونم بشین پاشو برید، هر کاری، فقط ورزش کنید، درجا بزنید، حرکت کشیشی برید، پروانه بزنید تو اتاقتون، هر کاری که میکنید. اگه باشگاه میرید اینا که دیگه عالیه. خب ساب میکنم تا ویندوزم بالا بیاد، دقیقاً همین کاری که من گفتم و خیلی کمک میکنه که سریعتر ویندوزتون بیاد بالا. مثلا فکر کن چند تا هارد SSD گذاشتی روی سیستمت، سریعتر میاد بالا. و اینو هم خیلی قبول دارم، قهوه درست میکنم و میخورم که بیدار شم. خودم
خودم بعضی وقتا موقعهایی که یادم بیشتر، حالا موقعی که میخواستم بخونم واسه کنکور میخواستم بخونم، بعد واسه امتحانات مدرسه، یا یه روزایی که صبح زود کار مهم دارم، یعنی صبح باید سری ویندوزم بیاد بالا، در حالت عادی ثبت کنم، حالا خود سیستم عامل بدنم خودش بیاد بالا تلاش کنه، ولی اگه بخوام سریعتر ویندوزمو بیارم بالا قطعا قهوه راه خیلی خوبیه و سریع باعث میشه که پر انرژی شی، سریع کافئینت بزنه بالا و ویندوزت بیاد بالا. آره اینا چیزایی بود که شما گفتین. تمیز کنم، کثیف کاری بدی شد اینجا. و اینکه مرسی که ویدیو ها رو میبینید، امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. گهگاه اینطوری میشینیم با هم حرف بزنیم، یه پلیلیست جداگونه توی کانال گذاشتم که اینجوری راحت بشینیم حرف بزنیم، نه ادیت خاصی بزنیم نه میم خاصی بزنیم، چی همینطوری قشنگ شبیه یه لایف با تمام توپقا با تمام همه چیزا دیگه. خلاصه دمتون گرم، اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ما بقیه ویدیوها رو ببینید، اگه از ویدیوهای من خوشتون اومد چنل یوتیوب هم رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید. دمتون گرم، میتره کنیم قطعا، آینده یوتیوب واسه ماست. دمتون گرم، مرسی که با من همراهید، یادتون نره ما بقیه ویدیوها رو هم از دست ندید.